سلام دوستان خب تو جلسه قبل ما داده هامون رو از سایت گمرک گرفتیم و پردازش کردیم تو حالت جدول جدول پایگاه داده ای قرار دادیم و در واقع تمیزشون هم کردیم چون دیتا نسبتا تمیز بود کار خاصی نبود خب حالا تو این جلسه ما میخوایم در خصوص چندک و نمودار جعبه ای صحبت کنیم چون این قضیه باعث میشه ما اون همه دیتایی که وجود داره رو یکم بهتر بشناسیم و بدونیم تو کدوم قسمتش باید کار کنیم اگه خاطرتون باشه ما در خصوص جمعیت صحبت کردیم گفتیم کل دادهایی که میخوایم اونا رو بررسی کنیم و جمعیت میگیم خب یه تیکه اگر نتونیم همه داده رو بررسی کنیم در واقع یه تیکه از اون میشد نمونه و ما نمونه گیری انجام میدیم حالا توی این قضیه ما 5000 تا دیتا داریم و تو این 5000 تا دیتا راستش واقعا همشو نیاز نداریم میخوایم روی یه قسمتش فوکس کنیم چون باعث میشه که بقیهشون که لازم نداریم گمراهمون کنن و در واقع اطلاعات غلط به دست بیاریم ما میخوایم الان اینها رو تقسیم بندی کنیم و دادههایی رو پیدا کنیم که اون رنج از ارزش دلاری مناسب رو برای سرمایه گذاری داره خب در واقع ما میخواییم اون رنج از داده هایی که مناسب واسه سرمایه گذاری رو پیدا کنیم و بیشتر اونا رو بررسی کنیم برای چی به خاطر اینکه اونایی که 15 دلار مثلا در آورده بودیم اون 15 دلاری واقعا ارزش سرمایه گذاری ندارد. اونی که یک میلیارد دلار هم بودش اون هم ارزش سرمایه گذاری به نظر من نداره ما میتونیم اونو گزارش بدیم البته خب اما مطمئنا اگر بریم دنبالش یه دلیلی وجود داشته که اینقدر حجم بالایی داشته پس ما باید دنبال موارد مناسب بگردیم خب باسه اینکه بتونیم اونا رو پیدا کنیم از چندک و نمودار جعبه ای میخوایم استفاده کنیم چندک به ما, ما کمک میکنه که تقسیم کنیم مجموعه داده هامون رو به قسمت های مختلف تا اون قسمت ها رو بتونیم بهتر شناسایی کنیم حالا این تقسیم بندی به صورت مساویه یعنی چی یعنی من مجموع دادم رو که اگر اینا باشه فرض کنم من یه تیکه از اون رو گرفتم چون زیاد بودم فقط یه تیکه رو که بتونم این حالت رو بتون نمایش بده اگر اینا رو مجموعه دادم در نظر بگیریم من اینو میخوام به قسمت های مساوی تقسیم بکنم خب به این صورت بر فرض مثال این مساوی بودن لزوما روی این کل دامنه نیست طوری باید تقسیم بشه که چگالی این دیتا ها برابر باشن یعنی یک جایی از این نقطه رو پیدا کنیم که تعداد نقاط موجود وزنشون حالا اندازشون با هم برابر باشه اگه توجه کنین الان تو این قسمت چگالی دادا خیلی بیشتره و تو اینجا اینجایی که دادا رو داریم میبینیم خب اگر بخواین تقسیم بندی کنیم شاید 50 درصد از دادام در واقع اینجا باشه نمیدونم ممکنه باشه ولی خب از چندک اینا میخوایم استفاده کنیم که این در واقع پراکندگی رو بهتر شناسایی کنیم خب حالا بر اساس توضیحی که دادیم گفتیم چندک ها مقادیری هستند که مجموعه داده هام رو به طور مساوی به تعداد مساوی تقسیم میکنن این تعداد مساوی بر اساس در واقع داده هام وزن داده هامون ها هستش این تقسیم بندی صورت میگیره و در واقع چندک کام که میگم مثلا چندک مثلا سوم خب که در اصطلاح کا چندم سه دوم مثلا سه کام یا یک کام یا دو کام یا مثلا اینجا یک سوم دو سوم سه سوم از دادا کوچکتر مساوی این باشه یعنی اگر این صد درصد دادا هم باشه و برابر یک به در نظر بگیریم یک سوم از دادا کجا میفته یک سوم بعدی کجا میفته و یک سوم بعدی کجا میفته در واقع اینجا یک سوم از داده رو دارم پوشش میدم از اینجا از اینجا تا اولش دارم دو سوم از دادام رو پوشش میدم و در کلش دارم سه سوم از داده ها رو توی این قسمت پوشش میدم که برابر با یکه خب چند این تا چندک معروف وجود داره اولی چارکه یعنی من مجموعه دادم رو به چهار قسمت تقسیم کنم خب باسه اینکه که بتونم مجموعه دادم رو به چهار قسمت تقسیم کنم به سه مقدار نیاز دارم مقدار اول که حالا میتونیم بذاریمش آ یک مقداری هستش که یک چهارم از داده ها کوچیکتر از اون هستن کوچیکتر مساوی اون هستن آدو اگر در نظر بگیرید دو چهارم خب یعنی در واقع دو چهارم از داده ها کوچکتر مساوی اون برقرار میشن یعنی حالا اگه توی نمودار نشون بدیم یک چهارم برابر, برابر با 25 درصد دیگه خب 25 درصد از داده های من توی این قسمت اولش وجود دارن و توی یک چارم هستن یعنی یک کوچکتر مساوی یک چهارم میشن وزنشون توی قسمت بعدی 50 درصد از داده های من تو کل اینجا در واقع دو چهارم اونها کوچیک‌تر هستن از این مقدار از این مقدار آ این مقدار رو باید به دست بیاریم حالا اینجا نزدیک 250 میلیونه و سه چهارم از داده های من بذاریم با یه رنگ دیگه نشون بدم سه چهارم از داده های من از این مقدار کوچیک‌تر هستن خب که بیشتر از 250 میلیونه حدوداً کنم 260 باشه اینجا نمیدونم و در نهایت میدونم که کل داده های من صد درصد یا چهار چهارم اونها از این کوچیکتر هستن از این مقدار کوچیکتر هستن و کلش رو دارم پوشش میدم خب به این میگن چارک یعنی من به چهار قسمت مساوی اینا رو تقسیم کردم ببینید خود فضا مساوی نیست این اینقدره این انقدره ولی این چون اینجا حجم داده ها زیاد هستش این مقدار به دست اومده خب پس چهارک در واقع من دارم فضام رو به چهار قسمت مساوی، قسمت یک قسمت دو سه و چهار تقسیم میکنم توسط سه مقداری که به دست میارم این سه مقدار رو باید به دست بیاریم یه چند که ای که معروف هست صدکه خب پرسنتایل من قسمت های انگلیسی اینم آوردم که افرادی که میخوان سرچ کنن بهتر بتونن یا تو کتاب میبینن باش آشنا باشن کوانتایل کوارتایل این کوارتایله من حالا درستش میکنم آره چندک میشه کوانتایل این میشه کوارتایل و اینم میشه پرسنتایل یعنی صدک در واقع اون بازه ای که من داشتم و داده ها روی این قرار میگرفتن رو میخوام به صد قسمت مساوی قسمت یک قسمت دو الا صد اینجا میشه قسمت صد تقسیم بندی کنم برای این کار نیاز به 99 تا مقدار دارم یعنی 99 مقدار رو باید به دست بیارم روی این فضای داده این تا بتونم فضا رو به 100 قسمت تقسیم بندی کنم داده ها باید مرتب باشن حالا تو اونجایی که میخوایم به دست بیاریم میگیم یعنی بعد از کوچک به بزرگ داده ها رو اول مرتب کنیم داده یک مثلا اگر اینجا در نظر بگیریم مثلا من چند تا داده دارم 100 300 150 200 450 و مثلا خود 50 این داده ها رو باید اول مرتب کنیم میشه 50 100 150 200 300 و 450 خب باید اول مرتبش کنی و بعد این فضای مقادیر رو به چهار قسمت و صد قسمت تو اینجا تقسیم کنیم خب اینجا یه سری اصطلاحات هم هستش مثلا صدک بیستم یعنی جایی که 20 درصد از داده ها مقداری که در واقع اینطوری باید بنویسیم مقداری که 20 درصد از داده ها کچیتر از کوچیکتر و مساوی اون هستن خب پس 20 بیستم یعنی 20 بیس درصد از داده های من کوچیکتر مساوی اون مقدار به دست میان خب این صد تعداد تقسیم من هستش و این بیستی که میخوام به دست بیارم شماره تقسیم من هستش و اون مقدار هم مقدار چندک یا صدک من میشه تو اینجا من فرمولاشو آوردم یه فرمولا توضیح میدیم و تو جلسه بعد میریم تو اکسل این رو حساب میکنیم با هم دیگه و نمودار جعبه ایش رو هم میکشیم حالا آره تو اسلاید بعدی نمودار جعبه ای هم توضیح میدم خب فرمولش چطوری هست گفتیم اول باید مشاهدات رو به صورت سودی مرتب کنیم یعنی از کوچک به بزرگ اول مرتب میکنیم و هر کدوم رو ایندکس گذاری میکنیم یعنی میگیم که اوکی اونجا تو اون مثالی که داشتیم x1 که من همون 50 x2 من صده x3 من میشه 150 این ایندکس گذاری یعنی مشاهده یک مشاهده دو مشاهده سه الی غیره به جای اینکه از اسمش استفاده کنیم به این ترتیب اسم گذاری میکنیم واسه شون که این ترتیب لازمه خب پس با توجه به این ترتیبی که داریم و با توجه به این که در واقع ما میخوایم تعداد تقسیممون رو داریم حالا یا صده واسه صدک یا چهاره واسه چارک یعنی به 4 قسمت یا به صد قسمت باید تعیین کنیم به چند قسمت میخوایم تقسیم بندی کنیم و شماره تقسیمی که میخوایم به دست بیاریم رو هم باید داشته باشیم یعنی مثلا میخوایم به 20 شماره 20 رو به دست بیاریم شماره تقسیممون باشه یا مثلا اینجا شماره سوم رو میخوایم به دست بیاریم خب و این نسبتی که اینجا به دست میاد بهش میگن نسبت چندک که در واقع توی اولی میشه 20 صدم و تو دومی با سه چارک میشه سه چار رو خب. و بعدش بعد یه کمیتی به نام سی رو به دست بیاریم از این فرمول این تعداد مشاهداتمونه خب یعنی من اونجا وقتی که توی اکسل هم پنیزار تا دیتا داشتم این 5000 تا ان من هستش پس تعداد مشاهدات یعنی اینجا پنج هزار به اضافه یک زب در اون پی که نسبت چندک است. حالا میشه 20 صدم یا سه چاروم. این عدد رو به دست میاریم این عدد یا عدد صحیح یا عدد اعشاری در هر صورت میتونیم اونو به دو قسمت تبدیل کنیم اگه عدد اعشار داشته باشه میتونیم بگیم سی مساوی با یک قسمت صحیح به اضافه یه قسمت اعشاری این براکتشه این هم قسمت اعشاریشه که بین صفر و یعنی این بین صفر و یکه یک نمیتونه باشه مساوی نیست یک خب بابا پس به دو قسمت تقسیم میشه میتونه صفر باشه این قسمت اعشاریش اگر صفر باشه که خب این در واقع سی هستش این در واقع یه قسمت در... چیز میشه فقط عدد صحیحش میمونه و در نهایت بزنید من فرمول یه چک بکنم خب. من اینجا فرمولم یه اشتباهی داشت انان دیدم میشه x r به اضافه یه. اینم درست میکنم مثلا. یعنی در واقع فرمول به این صورت xr به اضافه w در xr به اضافه 1 منهای xr خب این فرمول به من اون مقدار چندک رو برمیگردونه xr کدومه گفتیم که مشاهدات رو از کوچیک به بزرگ ایندکس گذاری کردیم x1 x2 x الی x 5000 درسته آر قسمت صحیح اون عدد سی هست که به دست آوردم یک دو سه هر قسمتی که هست مثلا فرض کنین من اینجا به دست آوردم صد ممیز هفتاد و صد این عدد رو به دست آوردم برابر با سی شده قسمت اشارش و قسمت صحیح این در واقع اینطوریه میتونم بنویسم که سی مساوی صد به اضافه هفتاد و صد درسته اینجا از این طریق دیگه میتونم بگم این آر من هست و این هم دبلیو من خب توی فرمول اگه جا کنیم اینجا میشه x صدوم به اضافه 75 صدوم زب داره x صد و یکم منهای x صدوم این مساویه با مقدار چندکی که میخوام داشته باشم پس باسه هر چندک باید اینو حساب کنم مثلا اگه میخوام صدک داشته باشم باید 99 تا مقدار حساب کنم اما اگه میخوام چارک داشته باشم باید سه مقدار حس... سه مقدار رو حساب کنم خب اینجا ما تونستیم پس مقادیرمون رو بر اساس این فرمول حساب کنیم حالا وقتی این مقادیر رو حساب کردیم چه کمکی به ما میکنه؟ تو اونجا من میتونم دیگه بیام اون فضای داده ایم رو به چهار قسمت مساوی با سه چارک تقسیم بندی کنم مقدار در واقع اولم چارک اولم که کیو نشون میدم من با آ نشون دادم کیو یک کیو دو و کیو سه به سه, قسمت، سه تا کیو لازم دارم که میشه چارک اول چارک دوم و چارک سوم اونطوری میتونم فضای دادم رو به چهار قسمت مساوی تقسیم بکنم و ببینم کجاها انباشتگی بیشتری وجود داره و دادم رو مشاهده کنم باسه اینکه دادم رو مشاهده کنم نیاز به یک نمودار دارم توی نمودار من بهتر میتونم پراکندگی و تجمع دادام رو ببینم خب این دوتا یه نمودار جعبه ای هستن حالا اینو به این صورت افقی نشون دادم و اینو به صورت عمودی دوتاش تاش اومد به یه علتی داشتم به خاطر اینکه این دور ها رو داشتش ولی اینجا نداشت به خاطر این دو نشون دادم این اطلاعات بهتری حالا نشون میدادش به این میگن نمودار جعبه چرا چون شبیه یک جعبه است شبیه یک جعبه است خب و استفادهش هم در واقع با سر چارکه من نمودار جعبه ای رو از طریق چارک میکشم واسه اینکه نمودار جعبه ای رو به دست بیارم اول لازمه که دادام رو پس یعنی اول لازمه سه تا مقدار به دست بیارم مقدار Q1 کیو Q2 کیو و Q3 یعنی چارک اول چارک دوم چارک سوم واسه اینکه این کیو ها رو به دست بیارم قبلش باید دادام رو مرتب کنم از کوچک به بزرگ بعد از اون فرمولی که تو اسلاید قبل داشتیم استفاده میکنم سه تا مقدار رو به دست میارم وقتی این سه تا مقدار رو به دست آوردم اینجا بهتره بنویسم از اینجا اینو کاری نداشتیش این میشه کیو یک یعنی چارک اول میذارمش اینجا و میکشمش بذارین من اینجا اینطوری با یه رنگ دیگه بذارم که میقاطی نشه انگار دارم نمودار رو از اول میکشم Q1 رو که به دست آوردم اینجا یه دونه خط میذارم بعد میرم Q3 رو به دست میارم Q3 و Q2 اول Q2 رو بگم بعد میرم Q2 رو به دست میارم Q2 همون میانه است یعنی چی میانه؟ میانه و Q2 برابرن یعنی نیمی از داده ها کوچکتر مساوی میانه هستند مدین و نیمی از داده ها بزرگ تر از میانه هستند خب پس در واقع فضام رو به دو قسمت تقسیم میکنه توی چارک کیو دو همون میانه هستش که کیو دو رو هم میام خطش رو اینجا میذارم مثلا یه مقداری اومده اینجا بین یعنی اگه یک دو سه چار باشه مثلا کوارتال یک تقریبا در اومده چار و نیم چار و حالا بیس سد ب... و بیس پنی صدوم در اومده میانه روی ش... شیش هفت افتاده یعنی Q2 برابر با هفت خب بعد میام Q3 رو به دست میارم Q3 چارک سوم مقدار سوم هستش که افتاده اینجا یعنی تقریبا برابر با این اگه ده باشه یازده و نیم خب تو اینجا افتاده پس این سه تا مقدار رو اول میام میکشم اینو به صورت جعبه اینطوری بهشون وصل میکنم اگه با دست داریم میکشین اینطوری میشه جعبه تو خود جعبه رو کشیدیم حالا فاصله بین کیو و Q1 رو میگن آی یعنی این برابر با کیوس منهای Q1 هستش بهش میگم فاصله میان چارکی توی فارسی میگم فاصله میان چارکی و معنی انگلیسیش یادم نمیاد میان چارکی انترمیدیت کارتایل فکر کنم باشه ولی خب نمیدونم میتونین سرچ کنیم به دست بیاریم یعنی پیدا کنیم خب پس Q3 منهای Q1 شده فاصله میان چارکی خب این فاصله رو که به دست آوردین اگر کیو رو به اضافه یک و نیم برابر فاصله میان چارکی کنین میده یه مقدار ماکسیمومی به نام ماکسیموم میگه در واقع حالا میشه گفت دوم نمودار جعبه ایمون هستش مقدار ماکسیمومش رو به دست میاره من مقدار ماکسیموم داده هام رو نگرفتم و مقدار ماکسیموم از این طریق به دست آوردم نه حواستون باشه که تقریبا برابر با 22 و اگر Q1 رو منهای یکونیم برابر IQR کنین فاصله میان چارکی برابر میشه با مینیمومش مینیموم در واقع جعبه مون نمودار جعبه ایمون که اینجا برابر با حدودا نیم هستش میتونه میشه گفت خب این بازه بازه منطقی هستش که داده باید پراکندگی داشته باشن یه سری از دیتا ها مثلا اینجا اگه ماکسیموم کل دیتا هم باشه خب. خارج از این دوم ماکسیموم نمودار جعبه ای من هستن اینتر اینجا نوشته بود درسته اینتر کوارتایل رنج خب این آر واسه رنج بودش خب این داده هایی که خارج از این نمودار جعبه ای من هستن اسمشون نقاط دور افتادن این نقاط دور افتاده در واقع موارد خاصی هستن موارد خاصی هستن که نباید اتفاق می افتادن. تحت شرایط عادی ممکنه نبوده باشن که اتفاق افتادن از لحاظ منطقی و آماری توی این رنج باید قرار می گرفتن اما نگرفتن به اینا میگن نقاط دور افتاده یا outliers این نقاط دور افتاده رو توی بعضی از در واقع تحلیل آماری میتونیم مثلا دور بریزیم بذارینشون کنار چون تحت شرایط خاص بودن و توی این شرایط ما قرار نگرفتن اما توی اون داده های ما در واقع بررسی این اصلا نقاط دور افتاده شاید اهمیت داشته باشه حالا با توضیح میدم تو اونجا پس خود نقاط دور افتاده دو حالت داره یا باید بررسی بشن جداگونه خب که ببینیم موارد خاص چی بودن چرا اتفاق افتادن به چه علتی اتفاق افتادن یا اینکه من اصلا نمیخوام تمرکز کنم و تمرکزم میبرم بر نقاط در اون جعبه این تو این نقاط رو میام فقط بررسی میکنم که ببینم تحت شرایط عادی سیستم من داره چی کار میکنه اما در کل بررسی اینا مهمه پس نقاط دور افتاده نقاط مهمی هستن از دیدگاه من که چرا اتفاق افتادن برای چی اتفاق افتادن اون شرایط خاص چی بوده که موجب شده اینا اتفاق بیفتن مثلا توی یه کارخونه ای دیتا که دارم محصولاتم تولید میکنم اندازه مثلا فرض کنید جعبه دارم تولید میکنم اندازه برش من اندازه هم همه توی این رنج قرار گرفتن اما بعضی از موارد بودن که خارج از این رنج افتادن نقاط دور افتاده بودن چرا دستگاه من خراب شده بود دستگاه تنظیم افتاده بودش اپراتور درست کارشون انجام نداده بود بررسی ریشه ای باید بشن خب این از نقاط دور افتاده که من توی این قسمت میخواستم توضیح بدم حالا اگه توجه کنین میانه من یه اینجا رو خلوت کنم میانه جایی هستش که گفته 50 درصد از دیتای من پایین اون هستن 50 درصد اون بالاتر از اون هستن جای میانه خب اهمیت داره وقتی که میفته این پایین یعنی من میدونم چگالی من اینجا بیشتر بوده یعنی تجمع نقاط من پایین تر بوده خب وقتی که داره به اینجا نزدیک تر میشه حالا وقتی میانگین رو توضیح بدیم میانگین با این میانه باید مقایسه بشه, مقایسه بشه. میانگین وزنی و ممکنه اینجا افتاده شد. اما میانه در واقع داره جایی رو به من نشون میده که اصل دیتا چگالی دیتا من کجا قرار دارن اینجا بیشتر بوده اینجا پراکندگی بیشتر بوده اینجا حجم دیتا من بابا چرا این این با؟ حجم دیتا من بیشتر بوده خب پس این نمودار جعبه به من خیلی کمک میتونه بکنه که دیتامون رو بشناسم نقاط دور رو میشناسم که اهمیت زیادی داره رنج پراکندگیمو دارم نگاه میکنم دادام چقدر پراکنده شده این اندازش مهمه اکثر پراکندگی اینجا بوده اینجا بوده خود دادهایی که تو جبم قرار گرفتن چه تقسیم بندی شدن و چقدر پراکندگی دارن و دیتا رو و دادامو بهتر میتونم بشناسم خب ممنون از توجهی که داشتید تو جلسه بعد میریم درون اکسل و نمودار جعبه ای رو توی اکسل با همدیگه ترسیم میکنیم موفق و پیروز باشین خدا نگه